عزیز از کشور عزیز خودمان افغانستان با نمبر مثبت 9376 شماره آخر 1388 سوال کردن که من داستان های تاریخی درباره جا جای اقتصاد مردگان خوب و بد زیاد شنیدم درست مثلا میگویند که اگر شخص خوبی شخص خوبی را در جای بدی دفن کرده باشند خداوند توسط فرشتگان جنازه او را به جاهای خوب مثل مدینه یا کربلا یا نجف منتقل می‌کند درست. آیا این قضیه صحت داره یا خیر؟ بله ارز میکنم خدمت این بیننده عزیز که سوال خوب رو مطرح کردید، در این زمینه روایات متعدد و مختلفی داریم در کل با توجه به این بحث که در روایات مطرح شده بله امکان این قضیه وجود داره و حتی بعضی ها در زندگی خودشون تجربه هم کردن که این قضیه رو یعنی قبر رو باز کردن دیدن که نه نیست طرف حالا کاری نداریم روایت که در این زمینه هست سه دسته یک دسته از روایات به صورت مطلق میگه که آقا مؤمن هر جایی که از دنیا رفت شما همونجا دفن کنید نگران این نباشید که جایش بده زمین اگر مشروع بود دفن میت در اونجا شما دفن کنید حالا نگی آقا توی این روستا توی این قشلاقی خیلی کوچیک چند نفر بیشتر دفن نشد توی قبرستان خیلی بعد اینجا ای دفن بشه آقا موج دفنش کن روایت داریم که خداوند متعال فرشتگان فراوانی رو آفریده است که کارش فقط همینه به اینا میگن ملائکه نقاله که پیکر این مؤمنین را به قدرت میده. الهی انتقال میده به جایی که صلاح و مسلحته و بهتر انتقال میده این روایت هست روایت زیادیه که به صورت مطلق میگه بدن مؤمن رو هر جایی که دنیا رفت اگر وصیت برای انتقال جای خاصی نکرده ده میکنه نگرانش هم نباشون خدا خودش میدونه چیکار کنه به و. منتقلش میکنه به جای خوب حالا کجا توی این دسته از روایت نیومده دسته ای دوم روایتیه که آمده که خداوند به واسه این فرشتگان بدن و جسد این مؤمن رو منتقل میکنه به مکه معظمه یا منتقل میکنه به مدینه منوره هر دوتا روایت داره این دو دسته که این اماکن مقدس رو آدرس دادن که منتقل میشه اینجا یک دسته دیگر که دسته سوم روایت در این زمینه هست که خیلی زیادم هست این روایت میگوید مؤمن هر جایی که از دنیا برود خداوند متعال منتقلش میکنه به وادی و السلام هر جای دنیا از دنیا بره شیعیان مؤمنین اونایی که دوست داشتن توی وادی و السلام باشن خداوند متعال متعال منتقلش میکنه اونجا بنابراین حالا ببینید ما این عرض کردیم که یه روایتی داریم حالا چه انتقال پیدا بکند چه انتقال پیدا نکند مهم اینه که روح ما پس از این دنیا و پس از این عالم چه حال خواهد داشت که این هم متوقف بر رفتار ما و عملکرد ما در این دنیاست اگر ما عملی درستی داشتیم آدم صالحی بودیم، آدم مؤمن و متدینی بودیم بدن ما هر جایی که میخواد باشه باشه مهم اینه که اون طرف روح ما در آسایش خواهد بود و اهل بهشت خواهیم بود انشاءالله